گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. مهاجرت و مشکلاتش، این مشکلات چیا هستن و چطور میتونیم با اونها کنار بیایم؟ بررسی های اخیر از افراد مقیم تو خارج از کشور نشون داده مشکلات زیادی بر زندگی اونها سایه انداخته و زندگیشون رو تیره و تار کرده. مشکلاتی که هر کدوم به تنهایی میتونن پیشرفت و رشد مهاجر رو کند بکنن. در این برنامه و آیتم خیلی کوتاه میخواییم راجع به این مشکلات و تا اونجا که ممکنه راه های کنار اومدن با اونها صحبت کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات مهاجران بعد از مهاجرت تنهاییه. با جدا کردن ریشه های خودمون از وطن، تنهایی تقریباً برای هر مهاجری اجتناب نپذیره. تنهایی به این دلیل به وجود میاد که شما تصمیم گرفتید از کشورتون به کشور خارجی برید و باید با فرهنگ و زبان اون کشور منطبق بشید. چیزهایی هست که دلتنگشون میشید، به خصوص غذاها و افراد خانواده. به همین دلیل مهاجران خیلی زیادی رو میبینیم که به دلیل مشکل در تطبیق پیدا کردن با محیط جدیدشون تا ماها و ماها خودشون رو توی خونه حبس میکنن. فائق اومدن بر فاز اولیه انطباق با محیط جدید مقدار زیادی زمان و صبر و حوصله میخواد. با این حال سعی کنید مثبت بشید. در غیر این صورت سلامت جسمی و روانی شما تحت تاثیر قرار میگیره. فراموش نکنید که شوک فرهنگی و افسردگی پس از مهاجرت از رایج‌ترین موارد در بین بزرگترین مشکلات مهاجرانه. بنابراین شما تنها فردی نیستید که دچار این حالت شدید. تفاوت‌های فرهنگی. اگه به کشور دیگه مهاجرت کرده باشین، به خصوص اگه این کشور تو قاره دیگه هم باشه، موضوع تفاوت‌های فرهنگی خیلی رایج خواهد بود. برای بسیاری از مهاجران درک فرهنگ‌های دیگه و جذب اون در اعتقاداتشون امر بسیار دشواریه. با این همه باید نسبت به ایده ها و عقاید جدید باز و پذیرا بشید تا در مورد دیگران دچار سوء تفاهم نشید. پذیرش و احترام به شیوه ها و فرهنگ محلی باعث ادغام سریع‌تر شما در جامعه میشه. علاوه بر این باید سبک زندگی خودتون رو با کشور جدید منطبق کنید. به عنوان مثال شاید لازم باشه روش رفت و آمد خودتون رو تغییر بدید. هزینه های بالای حمل و نقل در برخی از کشورها یا سبک رانندگی مشکلات زیادی برای مهاجران به وجود میاره. وقتی میخواین محلی رو برای سکونت انتخاب کنید، باید ویژگی های جمعیتی اون رو در نظر بگیرید. مثلا محلی که اجارش ارزونه شاید محلی بسیار پرسر و صدا و شلوغ باشه. بنابراین در مورد فرهنگ کشور و مسائل ریز اون حتما از قبل تحقیق کنید. مسائل زبانی یکی از بزرگترین چالش‌های تطبیق با یه فرهنگ جدید در بین بزرگترین مشکلات مهاجران یادگیری برقراری ارتباط مؤثر. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی HSBC 58% از افراد مورد پرسش اظهار کردند که یادگیری زبان محلی بزرگترین چالش پیش روی اونها بوده. این مورد به قدری مهمه که حتی در امریکا و انگلیس با وجود استفاده از زبان انگلیسی به عنوان فرم اصلی ارتباط، مسائل زبانی به دلیل تفاوت در تلفظ و زبان عامیانه باعث ایجاد مشکل در روابط مهاجری میشه. یه نظر کاملا مؤدبانه میتونه در فرهنگ دیگر بی‌ادبانه تفسیر بشه. بنابراین برای جلوگیری از موقعیت‌های خجالت‌آور باید تلاش کنین از تفاوت‌های فرهنگی و زبانی همدیگه آگاه بشین. هزینه زندگی. شکی نیست که افزایش دستمزد و درآمد بهتر یکی از مهمترین دلایل مهاجرته. با این حال فرصت دریافت حقوق بیشتر به معنی هزینه زندگی بالاتر هم هست. باید بیاد داشته باشیم که در برخی کشورها هزینه زندگی تو حومه یه شهر بزرگ از هزینه زندگی در شهر بزرگ در وطن بیشتره. در این رابطه باید جنبه های زیادی رو در نظر بگیریم، از جمله املاک، مواد غذایی، آب و برق، مالیات های محلی و مسائل دیگه. با این حال در بین بزرگترین مشکلات مهاجران هزینه های بالای زندگی در کشورهای خارجی نگران کننده ترین اون هست. مشورت گرفتن از یک مشاور مالی قبل و بعد از مهاجرت حتما توصیه میشه. بهداشت و درمان. یکی دیگه از بزرگترین مشکلات مهاجران که در سالهای اخیر تبدیل به یک مسئله عمده شده افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی خصوصیه.
از سوی دیگر سطح بهداشت و درمان عمومی هم در برخی از کشورها افت شدید داشته. در ماهای اول بدن مهاجران با مواد غذایی و آب و هوای کشور فعلی تطبیق پیدا نکرده. در نتیجه اونها سریع قربانی آنفولانزا، مسمومیت، سرماخوردگی و بیماری‌های دیگه میشن. خیلی از مهاجران در ماهای اول نمیدونن برای مراقبت پزشکی به کجا باید مراجعه کنن و بدون مزایای درمانی و بیمه هر بار مراجعه به پزشک هزینه زیادی برای اونها در پی داره. در نتیجه خرید یه بیمه پزشکی در اسرع وقت به نفع مهاجرانه. در اغلب کشورها میشه این بیمه را با مشورت وکیل مهاجرت هماهنگ و خریداری کرد. تا آیتم مهاجرتی بعدی، خدا نگهدار.